عزیزان دلم، هموطنای مهربانم، امیدوارم که تندرست و خرسند باشید. جلسه 37 از کلاس‌های آنلاین رایگان انگلیسی مثل آب خوردن رو در خدمت شما جانان هستیم و عزیزان از کل دنیا در این کلاس حضور دارن و با هم پیش خواهیم برد. اگر شما هم می‌خواید در این کلاس شرکت داشته باشید، لینک عضویت در گروه کلاس‌های رایگان آنلاین انگلیسی مثل آب خوردن در قسمت توضیحات این ویدیو در کانال یوتیوب انگلیسی مثل آب خوردن تقدیم شما جانان شده. این درس و این جلسه یه مقدار سرپرایز داریم. آن چیزی که در 36 جلسه قبلی کار کردیم رو اینجا می‌خوایم به منصه ظهور بذاریم و محک بزنیم. مکالمه روان انگلیسیت قطعاً شکل میگیره با این جملاتی که تو این درس کار میکنی و این سری از درس ها که در این درس به صورت ویژه در خصوص رستوران و غذا صحبت خواهیم کرد. لطفاً برای تداوم کلاس های رایگان آنلاین این ویدیو رو محبت بکنید، لایک بکنید و با نوشتن یک کامنت بنویسید که چقدر این درس ها در یادگیری شما عالی بوده و تأثیر گذاشته. به دیگران انگیزه بدید، نیکی و خوبی رو در دنیا پخش کنید. بریم جلسه 37. نکات گرامری شما براتون توضیح میدم، نگران این مسئله نباشید، و نکات تلفظی و با هم میریم کار میکنیم، با هم تمرین میکنیم و شما حضور دارید، رفع اشکال میکنیم. مثلا نگران هیچ مسئله نباشید. How often یا how often، قسمت اول دارم میگم. How often یا how often یعنی هر چند وقت یک بار. Do you، شما یک کاری رو انجام میدی. Eat out، eat out یک فعل عبارتی به معنی بیرون غذا خوردن و وقتی که رو هم میشه میشه eat out. ببینید این تیه اینجا بی صداست، میچسبه به این ا در out. Eat out، tout، tout. ببین tout نداریم ولی به گوش میرسه. How often do you eat out یا how often do you eat out. خواستی راحت تر بشه میتونی بگی دی. And حالا ادامه سوالش، هر چند وقت یه بار بیرون غذا میخوری. و and who do you، چه فردی چه کسی، do you go with. with آیش آی کوتاه، قبلا گفتم بهتون 99% ایرانی ها، حتی معلم ها، حتی مدرس ها، حتی بسیاری از اساتید که حالا یلی یاد طولایی در آموزش دارن اشتباه تلفظ میکنن چون محیط انگلیسی واقعی رو تجربه نکردن، همون فقط محیط داخل ایران بوده. مثلا میگه with، 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 دابلیوش هم لبها حالت لوله‌ای، قبلا گفتم برای بچه‌ای که جلسه اولشونه و بعدا این درس رو یوتیوب را اینستاگرام یا هر جا به صورت لایو میبینن میتونن متوجه بشن. How often do you go، how often do you eat out and who do you go with. تا اینجا سوالش مشخصه. و با چه فردی بیرون میری و چند وقت یک بار یا میری بیرون غذا میخوری. پاسخ I often، often سوالی کرد، how often، حالا I often، من معمولا، من اغلب. Eat out، I often eat out، پس من اغلب یک کاری رو انجام میدم. اینجا به صورت شکل ساده فعل اومد چون داری اشاره میکنی به یه کاری که همواره یا معمولا در حال رخ داده، پس حال ساده استفاده میکنیم. شکل ساده فعل، فعل ما در اینجا فعل عبارتیه، phrasal verb، بیرون غذا خوردن. تو فارسی هم phrasal verb داریم، هر کس فکر میکنه مثلا چیز شاقیه همچین بزرگش میکنه، خوردن میشه eat، eat out یعنی بیرون غذا خوردن، ما هم داریم دیگه تو فارسی. I often eat out، من اغلب غذا میخورم بیرون. On weekends، week، weekends یه کلمه یه که ترکیبیه week و ends، پایان هفته ها، آخر هفته ها. comma when، w رو داری دیگه لب حالت لوله ای. when I hang out، hang out اینجا شواست یعنی بین ا و ا. When I hang out، گفته بودیم قبلا hang out یعنی بیرون رفتن، وقت گذروندن با مثلا یه افرادی. اینجا با with، دوباره with رسیدیم. My friends، اینجا رو هم نگاه کن، قربونت برم هموطن عزیزم، خوشگلم، خوشتیپم. ببین اینجا بینش صدا نداره، fr، friend، friend نمیگی یا friend، و اینجا s. How often do you eat out and who do you go with. I often eat out on weekends when I hang out، when I hang out with my friends. خب ببینیم کیا میخوان بپرسن و کیا جواب بدن. اوکی، معصومه قربانی بپرسه، سارا زمانی جواب بده. How often do you eat out
And who do you go with? With, okay. بس سوالی میپرسیدم. It's fine. بعدی به نفر بعدی که قرار شد پاسخ بده. I often eat out on weekend when I hang out or hang out with my friends. بیشتر تمرین کن سارا زمانی. خب مریم عزیزالدین بپرسه زهرا مرادی با بازیکن خارجیش جواب بده. How often do you eat out and who do you go with? I often eat out on weekends when I hang out with my friend. اوکی. هما رخش بپرسه. نوشین امامی جواب بده. How often do you eat out and who do you go with? I often eat out on a weekends and when I hang out with my friends. ببین دقیقاً الان مشکلی که من توصیه کردم و قصه حسن کرد شبستری رو اینجا برات گفتم شما توجه نکردی. خب with نیست، ای نیست، ای کوتاهه. With. When I hang out with my friends. اوکی امامی نوشین متوجه شدی اشکال کار تو؟ بله بله متوجه شد. How often do you eat out? How often do you eat out and who do you go with? Okay. I often سیما آهو. I often thank you very much. Eat out on weekend when I hang out with my friends. With my friends. I often eat out on a week when I out hang out with my cousin. Cousin. Okay. How often do you eat out and who do you go with? I always eat out on weekends when I hang out with my family. Okay, خیلی هم خوبه. Thank you very much. خواهش میکنم. زهرا مرادی جواب بده. فاطمه مشتوفر بپرسه. How often do you eat out and who do you go with? With. آفرین. فاطمه زهرا مرادی بگو. I often eat out on weekends when I hang out with my friends. With my friends. دبل تی اچش حالت دوم تی اچ. بازیکن خارجیت بگو بگه ببینم. جوابشو. I often eat out on Mondays when I go out with my family. Okay, thank you very much. بچه در مورد تلفظ often دقت بکنید. 50% انگلیسی زبان ها میگن often، 50%شون میگن often. هیچ ربطی هم به امریکن بریتانیایی نداره. هیچ ربطی نداره. بعضی هم میگن often، بعضی هم میگن often. و دوتاش هم درسته و قابل قبوله. حالا بعضی براشون سوال ممکنه پیش بیاد. اوکی. بریم بعدی. What restaurant ببخشید جمع نیست. What restaurant do you usually visit? چند تا نکته تلفظی اینجا داره. لبها حالت لوله‌ای که اینجا قبلا گفته بودم. What restaurant. اینجا شواس. Restaurant نیست. Restaurant. Do you شما یه کاری رو انجام میدید. Usually visit. ببین اینجا دوتا ای داره. دوتاشون هم ای کوتاهه. ویزیت نیستا. ویزیتو پزشکای ایرانی انجام میدن. Visit. یه کوتاه. Well حالا داره فکر میکنه. بهش میگن filler. Fill میکنه. این پر میکنه مکالمتو. Well خب. ببین داره فکرم میکنه. Comma. There are not. وجود ندارن. نیستن. Many restaurants. رستورانای زیادی. In my neighborhood. Neighbor یعنی همسایه. Neighborhood یعنی همسایگی. محل ما. So بنابراین my best choice بهترین انتخاب من است the local restaurants رستورانای محلیه. خب کی میخواد بپرسه؟ فرخونده بپرسه؟ معصومه قربانی جواب بده. استاد من میخوام انگش رو جواب بدم جواب عوض کنم. اوکی بره خب باش اشکال نداره من سوال میکنم بفرم. What restaurant do you usually visit? اجازه بدین. Usually نیست. Usually.
usually. I'm not going to restaurant. I'm not going never restaurant. Going restaurant because I can cook better kebab. Okay. I never go I to never the restaurants. I never go to restaurants because I'm a good chef. Nemi konjak. What restaurant do you usually visit? Offering. Well, there are not many restaurants in my neighborhood. So restaurants. So my best choice is the local restaurants. Okay. انتظار داشتم عوضش کنی. Oh, sorry. برادر. پوریا عزیمی جواب بده. هما رخش بپرسه. What restaurant do you usually visit? Well, there are not many restaurants in my neighborhood, so my best choice is Iranian restaurant in downtown. Okay. پوریا گفتارت خوبه ولی از نظر تلفظیش نمیگم شدیداً ولی تا حد بسیار زیادی ایرانیزه داری تلفظ میکنی. حالا تو کلاس بیاید چون هنوز حرف نزدم. من هنوز حرف 6 ماه فقط خوندم ولی کلا خوبه. آفرین. مهارتت خوبه در بیان ولی اشکالات عدیده تلفظی داری در نمیگم که خیلی ها ولی شدیداً داری ایرانیزه صحبت میکنی و اوکی میشه نگرانم. با کمک شما امیدوارم برطرف بشه. حتما اتفاق میفته. آذر عمیاری میتونی بپرسی؟ بله. What restaurant do you usually visit? Usually نیست. Usually. چرا اذیت میکنی خود؟ Usually. What restaurant do you usually visit? آفرین. Well, there are not many restaurants in my neighborhood, so my best choice is local restaurants. Is the local restaurants. You're supposed to change the answer here. Can you? There are lots of restaurants in my neighborhood, so I usually go out on Monday nights. Okay, thank you very much. Okay. What restaurant do you usually visit? Well, there are not many restaurants in my neighborhood, so my best choice is the local restaurants. اوکی بسیار عالی. خب بریم بعدی. بچه همین جملات رو باید تکرار کنید، تمرین کنید، مسلط بتونید بیان کنید. What type of food؟ تایپ یعنی نوع دیگه، نه؟ What دابلی رو داری؟ نکات تلفظیش رو بگم. What type یعنی نوع، یه معنی دیگه داره در جایگاه فعلی، یعنی تایپ کردن. Type of food یعنی چه نوع غذا. Do you enjoy لذت میبری to eat؟ چه نوع غذایی بخوری لذت میبری؟ Western W رو داری دیگه اینجا. Western نیست، Western or Asian، غربی یا آسیایی. I am interested، من علاقمندم in، حرف اضافه interested پس چیه؟ in همیشه. I'm interested in Asian food، عاشق علاقه‌مند غذای آسیایی هم. Western food غذای غربی. Is not یا isn't، is ببین یه کوتاه. My thing، چیزی که my thing نیست، your thing نیست، چیزی که بهش علاقه‌مند نیستی، دوستش نداری، مورد علاقت نیست. TH هم در اینجا حالت اول تلفظ TH، زبون زیر نیش دندون بالا و سعی میکنی بگی سه سمیه. Thing. یه بار میخونم بعد نوبت شماست. What type of food do you enjoy to eat, Western or Asian? I'm interested in Asian food, of course, because Western food is not my thing. I really don't enjoy from Western food. Okay. بریم ببینیم کی میخواد بگه. بچه ها لطفا دستاتون پایین. کسایی که شرکت نکردن و حس میکنن حقشون ضایع شده دستشون بالا. Okay. اسمت بپرس، اکرم جباری پاسخ بده. What type of food do you enjoy to eat? Western or Asian? دابلیتون رو درست کنید اسمت. دقیقا دارید وی تلفظ میکنید. Western. Okay.
اونی که گفتم جواب بده. بگو. I'm interested in Asian food. Western food is not my thing. یه کوتاهتون رو باید درست کنید. Interested نیست. I'm interested in Asian food. فتولا بپرسه. شهناز دباغ جواب بده. What type of food do you usually eat? What's Western? Western or Asian? Asian. What's an Asian? ممنون فتول. آفل. I'm interested in Asian food. شهناز. چند بار داری میگیم؟ برای خودت تمرین کن. Interested. ببین okay. الان سوال زورت هم همین بود. ولی الان دقیقاً اوکی دوباره. I'm interested in Asia food. Western food is not my thing. اوکی. پروانه جا سوال دارید بفرمایید. اینجا که interested می نویسه ولی این ت ای بعد از ت خونده نمیشه. Interested. آها ایش خونده میشه پس. خیلی ممنون. Interested. بله. ندا تی اس بپرسه. ندا تی اس جواب بده. مسعود ایج بپرسه. ندا تی اس جواب بده با گربش. What time of food do you enjoy to eat? مسعود جان به جای تاکید روی اینکه تیا تو میخوای شبیه بچهای نیویورک بگی سعی کن دابلیو تو درست تلفظ کنی. اوکی دوباره بگو. قبلا هم گفتم بهت. الان هم خوابت میاد. بگو. نه خب وقت ایران الان 4 صبح میدونه. What type of food do you enjoy to eat, Western or Asian? اوکی. ندا جواب. I'm interested in Asian food. Western food is not my thing. Asian نکن دیگه. راحت Asian. Asian. تموم شد. Persian, Asian. اوکی. استاد یه جوابم بعدم به من میدید یعنی من جواب بدم. باش. سونیا هاشیمه اوکی هاشمیه چیه بپرسه. سلام خسته نباشین. درود بر شما. فاطمه مشتوفر جواب بده. What type of food do you enjoy to eat western Western Asian. Okay. کی قرار بود جواب بده؟ I'm interested in Asian. Western food is not my thing. مسعود جواب بده. I'm interested in safe food. What do you mean? Safe food? Seafood. غذای دریایی. Seafood. Okay. آره okay. I'm interested in seafood. Interested نیست دیگه. بابا چند بار میگم. ای نیست. یه کوتاه. ای. آه. اوکی. I'm interested. نه. ای. چجوری بگم؟ بابا بین ای و ای. آه. ای. I'm interested in seafood. What type of food do you enjoy to eat? Western or Asian? I'm interested in both food because I love the smoky taste and I love the sushi. But it's the Indian food is not my thing. Okay. How about butter chicken? Have you ever tried butter chicken? Yes. All the time is the children bring it at the daycare, the butter chicken and rice. I hate that. Oh, but butter chicken is perfectly. Yeah, somebody okay. love that, yeah. Okay. Puriya Azimi, جواب بده من میپرسم. Puriya, would you please let me know what type of food do you enjoy to eat, or Western or Asian or any other thing? I'm interested in Asian food. Western food is not my thing. Okay. الان شما ببین پوریا سوالم داشتم.
ببین پوریا سطح متوسط به بالاست، مهارتش در ساخت جملات و گفتارش. الان برای آیلتس بده حدود 5.5 6 رو، 6 که نه ولی 5 5.5 رو میتونه بگیره. ولی موضوع اینجاست که تو تلفظ شدیداً اشکال داره. آی های کوتاهت رو باید درست کنی. I'm interested نیست. I'm interested in Asian food. ادامه جمله چی بود؟ Asian food, Western food is not my thing. Is نه. Is not my thing. Think نیست. My thing. Okay? I'm interested in Asian food. Western food is not my thing. Okay. کسی دیگه میخواد پاسخ بده؟ سوال همون میتونم بپرسم برمشه. بله بله بله. به جای what type میتونیم از kind استفاده کنیم؟ یعنی لحاظ گرامری درسته یا غلطه؟ یه مقدار میره تو فاز تغییرشون از نوع مثلا. ببین اینو آخر کلاس بپرس، من دقیقه برات kind و type رو برات توضیح میدم. ولی بهتر اینه که اینجا تایپ به کار ببرید. اوکی اوکی. How much، سوالی که همه تو میپرسید، How much، چقدر. چرا نگفتی How many؟ How much برای چیزای غیر قابل شمارش. Do you usually pay؟ بچه usually نیست، چیز جدیدی که کشف شده، بعضیا میگن usually. اصلا اینو نبین. usually. How much do you usually pay؟ معمولا چقدر پرداخت میکنی؟ When you eat out، وقتی که بیرون غذا میخوری. It's not very very. ببین اینجا ویه، لبهای بالا، ببخشید دندون بالا لب پایینت رو میگزه. Very expensive. ببین expensive نه، expensive گرون، خیلی گرون نیست. Just around مثل about. How، ببین how، around اینجا صداشون یکیه. Around $10 for each meal. هر وقت خواستی یه چیزی رو دلار بذاری، دلار اول میاد بعد اون عدده. وقتی هم که اینجا عدد جمع باشه، مثلا 10 جمع دیگه، اینو باید بخونی dollars. Around $10 for each meal. Meal یعنی وعده غذایی. برای هر وعده غذایی خیلی زیاد نمیپردازه، حدوداً $10 میپردازه. Around یعنی دوروبره، یا میتونست بگه about، اینم قابل فهمه، هیچ مشکلی نداره. خب کی میخواد بپرسه؟ سارا زمانی بپرسه، ندا تیس جواب بده. How much do you usually pay when you eat out? It's not very expensive, just around $10 for each meal. ندا expensive نه. یه بار دیگه بگو. Expensive. آفرین. بگو دوباره. کل جمله رو بگو. It's not very expensive, just around $10 for each meal. اوکی. اون قیمت عرفیه دیگه. حالا هرچند جناب آبدی همسر فرخنده بیرون نمیرن، اعتقاد دارن که کباب تو خونه باید بپزی. بورو را میندازه اینجا، کانادایی‌ها رو دیوونه میکنه. حالا معمولا اینجا $10 بعید میدونم، حالا احتمالا این قدیمیه این بعد. ولی میشه مثلا یه جایی بری غذای خوبی هم میتونی بخوری، سه نفر باشی 30 تا 35 تا، حالا بهتون میگم کجا تو کانادا غذای خوبه. خب مریم عزیزالدین جواب بده، فهیم عرافی بپرد. بچه اجازه بدید کسایی که نگفتن یه لحظه ببینم کیا نگفتن، دستشون بالا. سیاوش حمزه آذر بپرسه، هما رخش جواب بده. How much? نه سب کن. کی قراره بپرسه؟ من. بپرس با انرژی. How much do you usually pay when you eat out? Okay. It's not very expensive, just around $10 for each meal. اوکی. تغییرش بده. عدد 10 رو بکن 50. مایه داری شما میری بیرون مثلا. آذر امیاری بپرسه، سیاوش که گفت، نوشین امامی جواب بده. How much do you usually pay when... How much do you usually pay? من باید بگم. سیاوش داشت شدوه منقطع میکرد.
کار بسیار درستی داره میکنه. آفرین سیاوش. ادامه بده بگو. مازر جان بگو. How much do you usually pay when you eat out? استاد خودم جواب بدم. It's not very expensive, just around $10. Yes. Around means around. 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 Okay. Around. زهرا مرادی جواب بده. It's very expensive, just around $18 for each meal. Okay. استرالی باز اگه گرونیه. Really. Okay. خب کیا میخوان بپرسن دیگه؟ فتح الله. اوکی. علی فعال فعال نیستی یا؟ من بپرسم. بپرس. فری جواب بده. فری تازه اومد. نه من سیمان بپرسم. میدونم شما بپرس. How much do you usually pay when you eat out? دابلیتون رو دارید وی میگید. دفعه بعدی اصلاحش کنید. پوریا عظیمی جواب بده. It's very expensive. It's around $50 for each meal. پوریا دقت کن. آیه کوتاه دیگه. ببین من بار دومه دارم رفع اشکالات میکنم. دوباره بگو. کجا رو فرمودین آیه کوتاه؟ آیه کوتاه تو expensive توی it. Okay. It توی expensive. بگو. It's very expensive. Around $50 for each meal. Okay. Okay. خب بری بعدی. Do you شما یه کاری رو انجام میدی سوالیه. Do you enjoy? Do you go? میری. Do you enjoy? لذت میبری. Do you drink? مینوشی. Do you enjoy spicy? فهیم عرافی که دعواش کردم. Spicy. بچه ها ایرانی عزیز قربونت برم فدات بشم. اینجا ای نداره. ای نداره. نگاه کن آه. اینجا ای نداره پس ما هم اضافه نمی کنیم. Spicy یعنی ادویه دار تند. Spicy food غذاهای ادویه دار. Do you enjoy spicy food؟ اگه میخوای سختت که مثلا اضافه نکنی ببین اینجا رو نگاه کن. Enjoy spicy food. Do you enjoy spicy food؟ ببین enjoy spicy food. میچسبونش. ما تو فارسی راحته چسبوندن برامون. بعضی از زبانها مثل مثلا از کشورهای همسایمون عربها و ترکها. ترکای ترکی منظورم. خیلی سختشونه بی صدا. یعنی همچین چند تا رو به هم بچسبونن. مثلا ترکها اصلا بدون صدا نمیتونن. صفر بلد نیستن بگن. میگن صفر. چون نمیتونن. پس برای ما راحته. فقط توجه نداریم و دقت نداریم. Do you enjoy spicy food? Yes, I do. بله لذت میبرم. اینجا میگه آیا از غذای spicy یا ادویه‌دار لذت میبری؟ Yes, I do. چرا I do آورده؟ چرا نگفته Yes, I have. چون با do سوالی شده. Yes, I do. Especially اینجا ای داره خوشبختانه. به خصوص یا به طور ویژه on cold days. اینجا یه دونه ده میشنوی. Cold days. چون به هم میچسبن. فتولا بپرسه. فتولا چیزی که میگم رو تکرار کن. Do you enjoy spicy food. فتولا ای نداره. Spicy. اوکی خوبه. تلاش خوبی. Food. اوکی از نو بگمش. Do you enjoy spicy food? Do you enjoy spicy food? تلاش خوبی بود. ممنونم. محمد احمدی جواب بده. Yes, I do. Spice. استاد این یه دونه رو استاد. Especially on cold day. Okay. خب مهمار رخش بپرسه. مریم عزیزالدین سوال مورد علاقهش جواب بده. Do you enjoy spicy food? Yes, I do. Especially is the spicy noodles. Noodles, okay. سیما آهو بپرسه شهناز طباق جواب بده. Do you enjoy spicy enjoy food? Enjoy. Do you enjoy spicy food? Yes, I do.
especially on cold day. Okay. خب بری بعدی. Have you ever تا حالا یه کاری رو کردی؟ بچه این ساختار بسیار پرکاربردیه. Have you ever tried؟ آیا تا به حال سعی کردی؟ Have you ever listened؟ تا حالا گوش دادی؟ Have you ever چی؟ Have you ever gone؟ این حالت سوم فعل اینجا. فعلای بی‌قاعده اگه داشته باشید بعد حالت سومش رو بدونید جا بذارید. مثل go, went و gone حالت سومش رو گذاشتم. Have you ever tried؟ try یعنی سعی کردن. حالت سومش میشه tried. آیا تا به حال امتحان کردی Iranian food؟ Iranian, Iranian, Persian, هرچی it's fine. Iranian. Iranian راحت ترینش. Have you ever tried Iranian food؟ تا حالا غذای ایرانی رو امتحان کردی؟ Yes. بله at least. At least یعنی حداقل. At most یعنی حد اکثر. At least یعنی حداقل. Once یک بار. حداقل یک بار. When I was وقتی که من بودم. In نمیگم in. My friend apostrophe s برای بیان مالکیت. Wedding w رو دارید دیگه. Party یا party. Have you ever tried Iranian food? Yes, at least once when I was in my friend's wedding party. پروانه بپرسه. Have you ever tried Iranian food? فری جواب بده. فری دستت بالاست. بالون. بکس بالون داری. من جواب بدم ببخشید. جواب بده سونیا. مرسی. Yes, at least once when I was in my friend's wedding. خب گوش کن سونیا گوش کن. بله. گوش کن چیزی که من گفتم بعدش تکرار کن. بچه‌هایی هم که فکر میکنن ضعیفن این کار رو انجام بدن. از این به بعد بچه‌هایی که احساس میکنن ضعیفن از من بخوان بگن که تکرار کن که با هم پیش بریم. سونیا گوش کن چیزی که من میگم تکرار کن. Yes, at least once. Yes, at least once. متن رو نبین. چیزی که من میگم تکرار کن. When I was In my friends Wedding party. حالا چیزی که میگم با دقت. Yes, at least once. When I was in my friend's wedding party. دقت کردید بچه چی شد؟ ضبط شد دیگه. این داره ضبط میشه. ببین سونیا از اون سطح با گوشاش. اینو چند بار گفتم براتون. این شدو منقطع معجزش اینجوریه. چند بار دیگه سونیا اینو تکرار کنه عین بلبل جمله رو به راحتی تکرار میکنه. دیگه با فتولای عزیزم رفتیم انجام دادیم دیگه. اوکی. خب یکی بپرسه میخوایم پاسخ رو عوض بکنیم. بپرس. شما بپرس. ببینم کی میخوام. محمد تقی شما بودی. اوکی. بله. محمد تقی بپرسه. اسمت جواب بده. Have you ever tried in Iranian food? یه مقدار لحنه اینجوری که شما فکر کردی طرف میگه آقا من الان ایرانیان فودو بزنم اصلا خمار میشم. یه دار انرژی بده. از درس ما یه سمی ترسن بگیم حالا نه ترس اینجا ببین نگاه کن الان بله. سوال جایگاه تو بدون کانادایی آمریکایی روبرود وایساده در مورد یه چیزی هیجان زده ای میخوای غذای ملی تو بگی تا حالا تو میگی که مثلا من رفتم خرچنگ قورباغه چینی خوردم حالا میخوای بگی Have you ever tried Iranian food؟ قرمه سبزی خوردی تا حالا میخوای یه ببین رگت باید بزنه بیرون بگو حالا بگو Have you ever tried Iranian food? الان بهتر شد بهتر شد الان بهتر شد
Yes, at least once when I was in my friend's wedding party. خب اسمت اسمت گوش بده چیزی که تک میگم و تکرار کن. Yes, at least once. Yes, at least once. When I was in my friend's wedding party. In my friend's wedding party. میخوای کامل بگی؟ Yes. بچه ها شما هم شادو منقطع کنید. Yes. گوش کن متن رو نبین. Yes, at least once. Yes, at least once. When I was in my friend's wedding party. When I was in my friend's wedding party. تموم شد را. چند بار دیگه تکرار کنیم معجزه اینه دیگه. معجزه منم اینه. نه؟ هر کس در جایگاه خودش تو این کره خاکی یک رسوله. یک فرستاده است. معجزه منم اینه. زبون وام کنم. Thank you very much. You're welcome. ببینیم کی میخواد بپرسه. فری. گفت من نمیتونم میکروفون رو باز کنم. علی فعال بپرسه. ندا تی اس جواب بده. Have you ever tried Iranian food? Yes, at least once. Yes, at least once when I was in my sister's wedding party. لابلیواتو درست کن. ندا. لابلیوات دارم. باید دقت کن. بچه اگه براتون سخته دابلی رو درست کنید جلو آینه با خودتون تمرین کنید. خنده داره ولی نه واقعا نیست. دابلیو لبال لوله ای. اوکی بریم بعدی. Have you ever یه بار میگم شادو کنید با من بعد از اینکه گفتم تکرار کنید. یک دو سه. Have you ever نه صدا تو قطع کن خواهرم. حجابت هم رعایت کن. صدا نامحرم داره میشته. Have you ever یعنی تا حالا یه کاری رو کردی. Have you ever tried Iranian food. اوکی okay. Yes, at least once. Yes, at least once. When I was in my friend's wedding party. When I was in my friend's wedding party. Are you concerned? بچه اینجا آیا شما هستی concerned? Concern یعنی نگران بودن نه؟ ولی اینجا میگه are you concerned یعنی برات اهمیت داره. concern یعنی اهمیت داشتن. are you concerned about me در مورد من نگرانی یا اهمیت دارم من برای تو. are you concerned آیا برات اهمیت داره. concern about something یعنی یه چیزی برات اهمیت داره. پس حرف اضافه شو چی about. are you concerned about calories. کالری هم که میدونی یعنی کالری هم غذا که میخوری. calories یعنی کالری ها کلن کالری های غذا ها که میخوری. when لپا لوله ای نداتی است eating out وقتی بیرون غذا میخوری نگران اون کالری هایی که میخوری و کالری غذا ها هستی چون غذا بیرون میپزن معلوم نیست که مثل آیه عابدی که کبابشو کمچرب درست نمیکنه چربی روغن همه چی میریزن توش. Yes I am. با are you سوالی کرد حالا میگه yes I am. بله نگرانم اهمیت داره برام. I'm on a diet. میخوای بگی من رژیمم خانومایی که رژیمن. I'm on a diet now. من در یک رژیمم الان رژیم غذایی دارم. So بنابراین this really این موضوع really واقعا matters یا matters to me. این موضوع برام واقعا اهمیت داره. آقا matter مگه اینجا فعل نیست چرا؟ چرا اس گرفته؟ اینجا مگه calories فاعل نبود؟ نه. فاعل چیه؟ This matters to me. این موضوع برام اهمیت داره. Yes, I am. I'm on a diet now. So this really matters to me. خب ببینیم کیا میخوان بپرسن. خب کسایی که نیومدن. ناهید اسچ بپرسه. زهرا مرادی جواب بده. Are you concerned about calories eating out? Yes, I am. I am on diet now. So this really matters to me. زهرا گوش کن. چیزی که میشنوی بگو. Yes. Yes, I am. Yes, I am.
I am on a diet now. I am on diet. ببین متن نگاه نکن نترس چشماتو ببند I'm on a diet now. I am on a diet now. گوش کن I'm on a diet. I am on a diet now. Now. I'm on a diet now. I'm on a diet now. So I'm on diet now. So this really matters to me. This really matters to me. To me. Okay. خیلی داری بر اساس آدم بسیار منطق گرایی هستی تو زندگی و شدیداً داری بر اساس بک‌گراند نالجت و آن چیزی که خوندی داری تصمیم میگیری نه بر اساس چیزی که میشنوی این جلوی یادگیری تو میگیره خیلی از آدما و زبان آموزا اینجوری هست به خصوص سن که میره بالا این یکی از عواملیه که تأثیر گذاره به خصوص اگه آدم لاجیکالی باشی همتون و چرا میگه طرف من سنم رفته بالا سنت رفته بالا باورات خشک شدن کهنه شدن تراشیدنشون سخته اینو بذار کنار تو یادگیری زبان بریز دور چیزی که میشنوی جدید جایگزین کن کلنا زهرا جسارتش داشت اومد رفت اشکال کرد اوکی اکرم دپاری بپرسه خواهش میکنم اکرم بپرسه چرا نمیان شرکت کنید مجید مسعودی زاده جواب بده Are you concerned? بگو وقتی نمیتونی بخونی بگو فلانی تکرار کن برا من برم گوش کن Are you concerned about calories when eating? When eating out? Are you concerned about calories when eating out? یه بار دیگه. گوش کن. چشماتو ببند. Are you concerned about calories when eating out? آفر. ببین؟ من. از ده رسیدی به صد. آفر. سیماهو بیا بالا. Yes, I am. آه مسجد yes. نجات بود. ببخشید. بذارید مجید بگه. مجید گوش کن. Yes, I am. I'm on. ببین مسعود. گوش بده. من سطح تو میدونم دیگه. I'm on a diet now. I'm on a diet. گوش کن. مسعود متن رو نگاه نکن. چشمات رو ببند چیزی که من میگم رو تکرار کن. I'm on a diet now. I'm on a diet. متن رو نگاه نکن. I'm on a diet. I'm on diet now. So. This really matters to me. This really matters to me. Must to me. Matters to me. اوکی خب سیما هو بپرس Are you concerned about calories when eating out? Calories, اوکی فاطمه مشتوفر جواب بده Yes, I am. I'm on diet now. So this really matters to me. خوش تیپ شدی یا فاطمه مشتوفر همچین داری میگی یعنی رژیمه رو الان گرفتی یا نه؟ استاد من میتونم جوابم خودم یه بار بدم بده؟ Yes, I am. I am on diet now. So this really matters to me. اوکی یکی اینجا دیدم استاد اول میخواد یه سوال داشته بفرمی این کانسر با همون کانسر اون که سرطانه یا این که نه اون کانسر C-A-N-C-E-R اون دور از جون همتون
اون یه چیز دیگه است. این concern یه چیز دیگه. اون طرف از چیزیه اون. Cancer. خواهش بود. خب یکی اومد آها مسی کهوازیه فامیلی؟ مسی؟ بله. الف اهوازی رو بردارین کهوازی. اوکی. بپرس خودت هم جواب بده. کندا. کند؟ اوکی. کند بگو بچه‌ها یاد بگیرن ازت. Are you concerned about گوش کن. Concerned. Are you concerned about calories when eating out? Yes, I am. I'm on a diet now. So this really matters. This really matters to me. اوکی. حالا میخوام تأثیر شادو منقطع رو روی فردی که سطح متوسط به بالاست. الان مسی سطحش متوسط به بالاست. چیزی که میشنوی و فقط تکرار کن. اوکی؟ برای فتح‌الله جواب داد، برای همه که تا الان تست کردین جواب داد دیگه. میخوام به معجزه شادو منقطع آگاهت کنم. مسی آن چیزی که میشنوی رو تکرار کن. I'm on diet now. So this really matters to me. This. زبون زیر نیشه دندون بالا. This. Okay. So this really matters to me. Are you concerned about calories? When eating out. لبها حالت لوله‌ای درد داره. When eating out. اوکی. ببینید هر چقدر مهارتتون میره بالا سریعتر گوشتون عمل میکنه و سریعتر میتونید تکرارش کنید. شادو منقطع از صفر. بچه این کار رو میکنه. بچه همینجوری زبان یاد میگیره. زبان مادریش و زبان دیگر رو با گوشاش. خواستم دوباره تأکید کنم که تکرار کنید بچه ها. درسای گذشته رو برید دونه دونه کار کنید. دلیل اینکه ضبط میکنیم اینه. اوکی بریم بعدی. Are fast food restaurants like KFC or McDonald's famous in your country? آیا هستند فست فود ها رستورانت های فست فود like KFC؟ بچه ها جاهایی که اینجوری سه تا یعنی ابریویشن حروف بزرگ نوشته میشه مثلا TRX KFC ABC اینجاها باید دقیقا حروف رو درست بگی. KFC که میدونید تو کانادا و امریکا بچه که زندگی میکنن میدونن هست. بچه هم که خارج از ایران رفتن دیدن. Or McDonald's. McDonald's هم بگی یا مشدونالد که نیدگه نه. قبلا گفته بودم. این مک مثل پوره. تو فارسی دیدی میگیم پور. مثلا حسینی پور. یعنی فرزند فلانی. یا زاده. عزیزان آذری اکثرشون پسبند فامیلیشون زاده است. هر یه چیزی زاده. اینم مک در انگلیسی یعنی پسر یکی. مک یا ام سی یا ام ای سی همشون یکی. مکدونالدز خب اپاستروفی اس یعنی مال این آقاهه، یعنی برنده مال ایشونه. این اپاستروفی اس که در انتهای برند ها میبینید مثل مارکس مکدونالدز یا هر چیزی که تو امریکا و کانادا میبینید یعنی مال ایشونه، مربوط به مالکیت اوناست. famous یعنی مشهور. پس چی شد تلفظش؟ مکدونالدز. چون اسم خاصه حتی شما بگی I am going to مکدونالد طرف میفهمه کجا میری، ولی دو تلفظ درستش مکدونالدز. famous مشهور in your country در کشورتون این رستوران هایی مثل KFC و مکدونالدز مشهورن؟ yes they are not. این نو بوده. No, they are not. نه نیستن. این پاسخو چون عوض کردیم این یسش جا مونده. No, they are not. They are not. نه مشهور نیستن. The quality یعنی کیفیت of fast food کیفیت fast food is far. Far یعنی خیلی دور و در اینجا برای تاکید بهش بسیار رفته. Far better خیلی بهتر in my country در کشور من than این than برای مقایسه اومده. then نیست than. here
در مقایسه با اینجا in US, in the US, در امریکا and Canada و در امریکا. چی داره میگه؟ رگ غیرتی زد بالا. میگه no, they are not. مشهور نیستن این رستوران های مکدونالدز و KFC. The quality of fast food, کیفیت fast food is far better. خیلی بهتره. In my country, در کشور من, than, در مقایسه با, here, اینجا, in the US, در United States of America and Canada. پس کیفیت fast food در ایران خیلی بهتر از امریکا و کانادا است. واقعا هم همینطوره. انصافا فست فود های ایران اصلا تو رده صدن و KFC و مکدونالدز اصلا به گرد پاشون هم نمیرسن. خب ولی خب دیگه چه میشه کرد؟ متاسفانه واقعا اینجوریه بچه ها. حتی تو شهرستان های کوچیک هم میبینید که دیده میشه فست فود رستوران هایی که من تیستر غذا هم یه مدت بودم علاقه مندم خوراکی. افتضاح تو ایران؟ اینجا بله اینجا اصلا آشغال زباله است. اصلا کیفیت فست فود تو ایران بعضی فست فودها واقعا عالیه. من اثر میزنم شیرین میکنن واقعا افتضاح. دیگه بگذاریم. پس حالا اونایی که ایران هستن الان هم جوین شدن کیف کنید از فست فودهای ایران. خب ببینیم کی میخواد بپرسه کی جواب بده. اکرم جواری بپرسه. ببینم کی نیومده. سیاوش حمزه آذر جواب گوش کن اکرم. Are fast food restaurants? Are fast food restaurants? Like KFC? Like KFC? Or McDonald's? Or McDonald's? McDonald's. McDonald's. اسمش هم باید بشه اینجوری. Famous? Famous. In your country? In your country. Okay. جواب بده. کی قرار بود جواب بده؟ من. No, they aren't. No, they aren't. The quality of fast food is far better in my country than here, in the US and Canada. آفرین. همچین رگت هم زده بود بیرون آش سیاوش. دیدم رگ گردنت زده بود بیرون. رگ کردی آبه. ای خواه قزتن. سپاس بوده. زور زور سپاس. خب مسعوده مسعوده نپرسه. بذار ببینم کی بپرسه. زهرا مرادی بپرسه. سونیا که نه سونیا گفته. علی فعال جواب بده. Are fast food restaurants like KFC or McDonald's famous in your country? Famous in your country. یه بار با هم تکرار کنیم زهرا. متنو نبین گوش بده فقط. Are fast food restaurants like KFC? Restaurants like KFC? KFC. KFC. Or McDonald's? Or McDonald's. Famous in your country? Famous in your country. Okay. کی قرار بود جواب بده؟ من آیشتو. بفرمه. No, they aren't. The quality of fast food is far better in my country than here in the US and Canada. Canada. Okay. US and Canada. Okay. Canada. Yeah, به بعد بگو نده. Canada. بگو. Canada. Okay. سیما آهو بپرسه. فرزانه بی کناری جواب بده. یه سوال اول داشتم. به جای far میتونین بگیم much better or نه؟ far یکم قوی تره. Okay. Are fast food restaurants like KFC or McDonald's famous in your country? Yes, they aren't. They quality. No, sorry. No, they aren't. دوباره. Yes, they aren't. No, they are not. دوباره بگو. No. Yes, they are not. فرزانه. بله. Listen to me. این اشتباه شده. No, they aren't. No, they aren't. Excuse me. No, they aren't. The quality of fast food is far better in my country than here in the US and Canada.
اوکی. پروانه بپرسه. سیاوش حمزه آذر که گفت Are your fast food restaurant like KFC or McDonald's famous in your country? من جواب بدم. بده. Yes. No. سونیا اون نوه. حواست تو کجاست بچه ها؟ No they aren't. معذرت. No they are not they. گوش کن. گوش کن. The quality of fast food. The quality of fast food is far better. Is far better in my country. In my country than here. Than here in the U.S. and Canada. In the U.S. and Canada. بسیار همالی. خیلی ممنون. بریم بعدی. Do you often you often drink alcohol when eating out? Do you often drink? بچه ها نکته تلفظی drink نیست. چون اگر بخوای اینجا نکته تلفظیش اینه که هم آ رو باید درست تلفظ کنی، زبان نزدیک سقف دهان، هم ایش ای کوتاهه. اگر این کار رو نکنی میشه drink. Alcohol که همه تون ماشاءالله میدونید. When وقتی W لب ها لوله eating out. Do you often drink alcohol when eating out? آیا اغلب یا معمولا شما الکل می نوشی وقتی بیرون غذا می خوری؟ No, not often. نه اغلب نه. Just فقط when I have parties with my friends. وقتی که فقط با دوستا مهمانی دارم. یه بار می خونم دقت کن. Do you often drink alcohol when eating out? No, not often. Just when I have parties with my friends. یه بار همه با هم شادو منقطع میکنیم و امیدوارم که اومدی بالا قشنگ بدون اشکال بخونی. گوش کنید. یک دو سه. Do you often drink? تکرار کن. دوباره. Do you often drink? Do you often drink alcohol? Do you often drink alcohol when eating out? No, not often. No, not often. دوتاش هم درست. Just when I have parties with my friends. خب. ببینیم کی میخواد بگه. دستا پایین. استاد من بپرسم. بپرس. فتح‌الله چیزی که میشنوی رو تکرار کن. گوش کن. من بخوانم. باش. چیزی که میشنوی رو بگو. چشماتو ببن. Do you often drink alcohol? الکل هم بگی میفهمم. Do you often drink alcohol when eating out? Do you often drink alcohol when eating out? Eating out. Okay. Neda TS جواب بده. No, not often. Just when I have parties with my friends. دوبلیتون هنوز کار داره. جلو آینه برو. خودتو ببین. میکاپ که میکنی هی تکرار. خب بذار ببینیم. فری. صدا میاد. Yes, I'm here. Hi. خدا رو شکر. ای خدا فری باز شد صدا. صدای فری رو خدا باز کن. گوش کن. آخه من اولین بارم بود. شرمنده. نه خواهش بگم. میپرسی یا جواب میدی؟ هر دوتا اگه امکان داره. بگو. Do you often drink alcohol when eating out? Dobare begu. Do you often drink alcohol when eating out? Yeah. Do you often drink alcohol when eating out? Not
No, not often. Just when I have parties with my friend. Okay. یه کوتاهتون رو بعد کار کنید. کمدیتون رو بعد کار کنید. جلسات قبلی رو ببینید برای رفرنستون. عبد احمد رضا بگو. کم پیدای احمد رضا. Do you often drink alcohol when eating out? ببین اون درینکی که گفتی گوش کن. زبونت نزدیک سقف دهان. Drink. یه بار دیگه بگو. Drink. Drink. نه نه نه. زبونت رو ببر نزدیک سقف دهانت. Drink. آها. حالا بگو drink. 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 نه. دارید مسلسلیش میکنی. Listen to me. Drink. ببین بچه ها یه نکته اینجا دوباره بگم، قبلا گفتم هر زبانی در دنیا یک آرایش زبانی داره برای خودش، یعنی در یک قسمتی از دهان صحبت میشه. نمیدونم زبان کلیکی یا اینا که اینجوری صحبت میکنن دیدین، اون یه جوریه. آلمانی یه آرایش زبانی و دهانی داره، یعنی عضلات زبانی و دهانی یک شکلی اون رو صحبت کنی. فارسی یه شکله، انگلیسی هم یه شکله. انگلیسی به طور کلی عقبتر صحبت میشه. دلیل این که اگر من یک امریکایی باشم بخوام فارسی برای شما صحبت بکنم صدام اینجوری میشه و بعضی از حروف رو در فارسی نمیتونم تلفظ کنم چیه؟ دلیلش اینه که من دارم با آرایش زبانی انگلیسی با شما صحبت میکنم. اصلا هم خنده‌دار نیست. چرا؟ چون من آرایش زبانی انگلیسی رو حفظ کردم و دارم با شما فارسی صحبت میکنم، حتی بدون هیچ لحجه ای. اوکی؟ ببین آرایش زبانی انگلیسی یه ذره عقبتر از فارسیه. همون جوری که فارسی میگیم ره، تو انگلیسی نمیگن. زبان میره زندگی که سقف دهان، چون عقبتر صحبت میشه. مثال خیلی ساده براتون زدم. اگر یه تکنیک خیلی راحت میخوام بهتون یاد بدم، میخواید بتونید انگلیسی رو درست‌تر و راحت‌تر تلفظ کنید، یه مقدار زبونتون رو ببرید عقب‌تر، مثل آر. احمد رضا بیا حالا بگو، یه ذره زبونتون رو ببر عقب‌تر، بگو drink. Do you often drink alcohol when eating out? ببین یه تکنیکی بهتون یاد میدم که 15 سال بعد بری دنبالش تا خودت بهش برسی. در عرض 2 دقیقه بهش گفتم راه افتاد. احمد رضا خوشحالی؟ Yes. جواب بده حالا با همون تکنیک. No, not often, just when I have parties with my friends. With my friends. When my friends. Okay. اصلا ببین اصلا صداش بچه عوض شد. رو اومدن. Thank you, استاد. پروانه بپرسه. مریم پوریا جواب بده. Do you often drink alcohol when eating out? No, not often. Just when I have parties with my friends. آفرین به این دقت و توجه. درسته کند میری ولی درست داری میری. استاد من سوال و جواب شد تکرار کنم. بذار هما رخش بپرسه. فتولا از شما میپرس. هما رخش بپرس. Do you often drink alcohol when eating out? فتولا چیزی که میشنوی و تکرار کن. No, not often. چکی فتولا. فتولا. No, not often. Just when I have. Parties. With my friends. خیلی هم خوب. خب کی میخواد بپرسه؟ سهرا زمانی، سارا زمانی بپرسه، سونیا هاشمی جواب بده. Do you often drink alcohol when eating out? سونیا گوش کن. No, not often. Just when I have parties. With my friends. آفرین. سونیا خیلی حواست جمعه. آفرین. خب فهیمه عرافی بپرسه. من جواب احتمالی بدم. فهیمه عرافی بپرسه. مسعوده از عراق جواب احتمالی بده ببینیم چی میخواد. ممنون. Do you often drink alcohol when eating out? No, not at all. I just drink water and juice orange. Juice. ببین
مسعوده بر دوباره من دارم تاکید میکنم. ببین چون آموزش متاسفانه تو سیستم آموزش ایران و این عزیزانی که تیچرهایی که تو ایران دارن آموزش میدن متاسفانه دارن خیلیشون اشتباه آموزش میدن. ببین الان به جای اینکه بچه‌ها یه بک‌گراند بگم از مسعوده، مسعوده سعیش بر این بود که مثلا تی ها رو امریکن تی بگه، مثلا دیدین میگن به جای واتر میگن واتر، اوکی؟ اما در حالی که توی تلفظ ساده ترین مسائل گیر داره. قبلا مثال زدم شما به جای اینکه بری فارسی مشهدی یاد بگیری، فارسی عراقی یاد بگیری، آقا فارسی معیار رو یاد بگیر. شما هم به جای اینکه بری مثلا امریکن یاد بگیری یا بریتیش، انگلیسی معیار رو یاد بگیر. هر جای دنیا هر که اگه نتونست کسی باهات ارتباط برقرار کنه، میتونی از همونجا نثار روح من بکنی. اوکی؟ شما هم بچه‌ها انگلیسی معیار اوکی، I will. Okay. I will که گفتی یعنی چی؟ من چرخ ماشین بدون چش. اوکی. نه ببین شما معیاری، شما تا نیای، شما جسارت داری، شما میدونی اعتماد به نفس، شما تا نیای اینجا رفع اشکال نشی متوجه دیتکت نمیشه اشکال. این خیلی خوبه. هدف ما همینه تو این کلاس. ممنونم ازت مسعود جان. حالا اون چیزی که میخواستی بگی بگو، رفع اشکالش کنیم با هم. No, not at all. I just drink. Water. مسعوده. Water. به خدا الان دارم گرد میکنم. Water. مسعوده گوش کن. ببین داری خط خودتو میری. گوش کن چیزی که من میگم و تکرار کن. اوکی؟ چشم. اوکی. No, not at all. I just drink. Water and juice. Okay. Juice. No, okay. Not at all. I just drink water and juice. No, not at all. I just drink water and juice. Okay. حالا اینجا water هم گفتی، نوش جونت. That's fine. فقط خواستم که جوس و این چیزها رو دقت کنی. خب. کی میخواد به اسمت بپرسه؟ پوریا عظیمی جواب بده. پوریا عوضش کن پاسخ. Do you often drink alcohol when eating out? No, not often. Just when I have parties with my friends. But honestly, usually we drinks. But honestly, I usually drink, not drinks. چون ما هستیم جمله خبری اس نباید بگیره. نه گرامرشو دارم. اون سوم شخص اسم این دیگه جدید بوده. خب اوکی قاطی کردم دیگه. نه سوم شخص مثلا میتونی بگی only Tom drinks، فقط Tom drinks میکنه، ما drinks نمیکنیم. We just say prayer، ما فقط ذکر میگیم. In the parties we just say prayers، ما فقط ذکر و دعا میگیم، هاللویا میگیم، صلوات میفرستی با صلوات شما. اوکی. خب کی میخواد؟ مشکلات زیادی. سیما آهو بپرسه، شهناز دباغ جواب بده. سب کن. مرتضی همتی تازه اومده بپرسه، اکرم جباری گفتی، شهناز دباغ جواب بده. خودم بپرسم؟ خودت بپرس. خودم هم جواب بدم. بپرس. Do you often drink alcohol when eating out? No, not often. Just when I have parties with my friends. رو آی هاتون و دابلیو هاتون باید دقت بیشتری کنید. هنوز هم. خب بچه ها بریم یه بار اینو شدو منقطع از ابتدا بکنیم. بچه هایی که بعدن این درس رو به صورت ضبط شده روی اینستاگرام، یوتیوب یا هر جای دیگری میبینن دقت بکنید، اینجا جاییه که باید خودت رو محک بزنی. لطفاً صدای خودت رو در این شادو ضبط کن. اینجایی که من میگم تکرار کن، صدای خودت رو ضبط کن. و شمایی که دارید بچه‌ها این کلاس رو میبینید، صدای خودتون رو که ضبط کردید اگه لازمه از دو تا گوشی استفاده کنید، it's fine. و وقتی صدای خودت رو گوش کردی میتونی رفع اشکال کنی خودتو، کم کم میتونی تبدیل بشی به مربی خودت و مربی دیگران. اوکی؟ خب آن چیزی که میگیم من میگم رو تکرار کن، بهش میگن شادو منقطع، بهت زمان میدم.
یک دو سه میکروفون ها قطع با من تکرار کن بعد از من در واقع یک دو سه How often do you eat out? And who do you go with? How often do you eat out and who do you go with? I often eat out on weekends. I often eat out on weekends. When I hang out with my friends. When I hang out with my friends. کامل میخوام جمله رو بگم. I often eat out on weekends. When I hang out with my friends. What restaurant? What restaurant? What restaurant do you usually? What restaurant do you usually visit? You usually visit. Usually visit. What restaurant do you usually visit? Well, there aren't many restaurants. There are not many restaurants. In my neighborhood, my best choice, local restaurants. There aren't many restaurants in my neighborhood. So my best choice is the local restaurants. So my best choice is the local restaurants. Well, there aren't many restaurants in my neighborhood. So my best choice is the local restaurants. What type of food do you enjoy? Enjoy to eat? Western or Asian? What type of food do you enjoy to eat? What type of food do you enjoy to eat? Western or Asian? What type of food do you enjoy to eat? Western or Asian? I'm interested in Asian food. I'm interested in Asian food. Western food is not my thing. How much do you usually pay? How much do you usually pay? How much do you usually pay when eating out? How much do you usually pay when eating out? It's not so expensive. Just around. $10. Yeah, $10 for each meal. Just around $10 for each meal. It's not very expensive. Just around $10 for each meal. Do you enjoy spicy food? Do you enjoy spicy food? Yes, I do. Especially on cold days. Have you ever tried Iranian food? Have you ever tried gourmet sabzi?
Have you ever tried Iranian food? Yes, at least once. Yes, at least once. When I was my friend's wedding party. My friend's wedding party. When I was in my friend's wedding party. Yes, at least once. When I was in my friend's wedding party. Are you concerned about calories? Are you concerned about calories when eating out? Are you concerned about calories when eating out? Yes, I am. Yes, I am. I'm on diet now. I'm on diet now. So, this really matters to me. This matters to me. This really matters to me. This matters to me. This really matters to me. Yes, I am. I'm on a diet now. I'm on diet now. So this really matters to me. Are fast food restaurants like KFC or McDonald's famous in your country? Famous in your country? Walmart. Famous in your country? Are fast food restaurants like KFC or McDonald's famous in your country? Are fast food restaurants like KFC or McDonald's famous in your country? Yes, they are not. No, they aren't. The quality of fast food. یا میتونی فستش رو برداری بگو the quality of food. The quality of fast food is far better. Is much better in my country. In my country than here. Than here in the US. Than here in the US and Canada. Than here in the US and Canada. Yes. No, they are not. The quality of fast food is far better in my country. Is far better in my country than here in the US and Canada. اینجا سخته برات میدونم، اما سعی کن تکرار کنی. همزمان هم میتونی. میتونی شادو همزمان بکنی. همزمان با من بیا. یک دو سه. Yes. Sorry. No, they are not. The quality of fast food is far better in my country than here in the US and Canada. Do you often drink alcohol when eating out? When eating out? No, not often. No, not often. Just when I have parties with my friends. No, just when I have parties with my friends. حالا میخوایم یه کاری بکنیم دوباره به در جهت زبون باز کردنتون. حالا میخوایم شادو همزمان کنیم. قبلا گفته بودم، الانم باز میگم. شادو همزمان یه مقدار چالشی تره، یعنی چالنجینگه، بهش میگن چالنجینگ. چالشی تره، ولی در حقیقت در همون راستای، یعنی بعد از اینکه شادو منقطع کردی، سعی کن شادو همزمان بکنی. از متن هم میتونی کمک بگیری. اگرم نگرفتی که چه بهتر. من میخونم، همزمان با من با کمک متن سعی کن تکرار کنی. 1 2 3 من کند میخونم ها. 1 2 3
How often do you eat out? And who do you go with? I often eat out on weekends when I hang out with my friends. یه نکته‌ای هم اینجا بهتون میگم بچه‌ها، اگر میخواید ببینید که واقعاً به این درس مسلط شدید، وقتی که بتونید درست با همین یه مقدار سریع‌تر از حتی من بتونید بخونیدش. اگر این اتفاق نیفتاده برگرد دوباره درس رو تمرین کن، خودتو گول نزن، سوراخ‌های کشتی تو دونه به دونه همینجا بگیر، همینجا رفش کن، درس بعدی و درس‌های آینده همه چی داره تکرار میشه. این اشکالی که اینجا داری رو نگیری پاچتو میگیره دو دقیقه بعد توی درس بعد. همینجا تکرار کن، درستش کن دیگه. از اول میخونم اصلا. How often do you eat out? And who do you go with? I often eat out on weekends when I hang out with my friends. What restaurant do you usually visit? Well, there are not many restaurants in my neighborhood, so my best choice is the local restaurants. What type of food do you enjoy to eat? Western or Asian? I'm interested in Asian food. Western food is not my thing. How much do you usually pay when eating out or when you eat out? It's not very expensive, just around 10 bucks. Yeah, $10 for each meal. Do you enjoy spicy food? Yes, I do, especially on cold days. Have you ever tried Iranian food? Yes, at least once, when I was in my friend's wedding party. Are you concerned about calories when eating out? Yes, I am. I'm on diet now, so this really matters to me. Are fast food restaurants like KFC or McDonald's famous in your country? No, they are not. The quality of fast food is far better in my country than here in US and Canada. Yes, they are not. No, they are not. The quality of fast food is far better in my country than here in the US and Canada. Do you often drink alcohol when eating out? No, not often. Just when I have parties with my friend. چقدر چالش برانگیز بود این درس، نه؟ اشکالی نداره، با تمرین دوباره این درس و دوباره کار کردنش میتونی مسلط بشی. حتما خودت رو محک بزن و با حضور شما عزیزان که در این کلاس بودید و رفع اشکال شدید، عزیزان بعدی که میان از این درس استفاده میکنن میتونن مقایسه کنن، خودشون رو رفع اشکال کنن. تا این درس رو مسلط نشدی نری درس بعدی. یادگیری عمیق رو فراموش نکن. اگه کل درس برات سنگینه، تیکه تیکه یاد بگیر، جمله به جمله یاد بگیر. حتی اگه جمله ها برای سنگینن، جمله ها رو تیکه تیکه کن، بخش بخش یاد بگیر، قوی پیش بیا. سپاسگزاریم که سال هاست انگلیسی مستاپ خوردن رو حمایت، همراهی و تماشا میکنید.